ببین من دکتر روانشناسم، نه از آژانسم، نه خبرنگار، نه از شورای امنیت، نه انترپول. نترس، با من راحت حرف بزن، قایم نکن، هر چقدر ناگفته داری برید بیرون. چقدر ناگفته داری؟ ناگفته البته فراوانه. نگاه کن، تو پروندت نوشته که تو این دو سال چپ و راست افتضاح بالا آوردی، درسته؟ پی در پی، پی در پی. خب همین افتضاحات پی در پی رو میخوام بگی. من نمیتونم همش رو بگم. نگاه کن، خودتو بریز بیرون، اشکال نداره. محیط زیستم خراب شد که شد، مگه همه بدبختی و بی‌آبرویی تو از هسته‌ای شروع نشد؟ هسته‌ای بهانه بود. منم میدونم بهانه بود. چرا ولی فقی نمیتونه کمکت بکنه؟ مستعسلن مشکل خودشونو دارن حل میکنن. یعنی عرضه حل مسئله یکی مثل تو هم نداره؟ نداشتن، از اولم نداشتن. اینو فقط تو میدونی؟ امام هوشمند ما اینو میدونست. مطمئنی؟ با گوشه خودت شنیدی؟ امام گفتن، بارها گفتن. خب از این بگذاریم، چرا باقی مقامات نظام از تو مسئله حل نمی کنن؟ اونام الان بیشتر دنبال حل مشکل خودشون هستن. مشکلشون چیه؟ همین ریزشی ها؟ که میترسن در آینده باسه آبرو ریزیشون بشه؟ البته تا همینجاش هم آبرو ریزی است. چرا سعی نکردن جلوی ریزشی و بریدگی رو تو نظام بگیرن؟ اونا هر کاری تونستن کردن. ببینم نظرت راجع به رفسنجانی چیه؟ از نظر ما تمام شده است. دست و پای اضافی هم اگر کسی بزنه خودش ضرر میکنه. خب نگاه کن، قبل از اینکه بیای پیش من رفته بودی پیش روانپزشکی، نظر اونا راجع به بیماری چی بود؟ اونا 6 تا موضوع رو مطرح کردن. ببین این 4 تا است، 6 تا این شکلی میشه. دوباره میپرسم، اونا بیماری تو رو تو چند تا موضوع بیان کردن؟ گفتن همه موضوعات ما همین 6 تا است. 6 و 4 قاطی شده، مثل قیافه 6 در 4 میمونه. من دیگه این سمت نیشته ببنده. چند تا سوال سریع میکنم، اولین جوابی که به ذهنت میزنه رو بگو. اندیشه؟ اصلا اندیشه ها رو باید قفل کرد. کمد؟ تمام اندیشه های دانشمندانمون رو بذاریم تو کمد. بریم سر یه موضوع دیگه و یه بیمار دیگه. وضعیت اعتیاد ولی فقی چطوره؟ یه مقدار خودشو باز یافته. میتونم آمار روزانه مصرفشو داشته باشم؟ ها؟ شما مطلقا نباید داشته باشید. چرا؟ من دکترم، باید اطلاعات بیمارمو داشته باشم. این خبر رو نیست اینجا. آخه من میخوام ترکش بدم. خب این براشون خیلی سخته. واسه چی؟ مگه چیشه که اینقدر سخته؟ مستعسلن مشکل خودشونو دارن. یعنی اگر باش حرف بزنم سرعقل نمیاد؟ من البته پیشبینیم اینه که سر عقل بیاد. پیشبینای تو به درد خودت میخوره. اگه سر عقل نیاد تو بخواد ادامه بده چی؟ خب بدن، این که چیز جدیدی نیست. گرفتی ما رو؟ مسخره بازی در نیاد. این از ولی فقید، اونم از خودت. کم کم دارم جوش میارم و داری عصبانی میکنی، عصبانی ما. حالا دستتون در رفته، عصبانی هستید؟ اشکال نداره، خب یه لیوان آب خنکی چیزی عصبانیتتون تمام بشه. اوکی اوزاد خیلی بدتر از اونیه که بشه با روانکاوی درستش کرد، ولی شاید بشه با پیوند مغزی کارایی وسط کرد. دست شما درد نکنه. حالا کدوم حیوان بدبخت رو پیدا کنن که بشه مغزشو با این مبا پیوند زد؟ خیلی ممنون، دست شما درد نکنه.